نماینده فدراسیون آقای مصلی پور که خدمتون عرض کردم که سرپرست فنی مسابقات داریم آقای امامی افتخاریان هم جوری و آقای عبدالله فوتی دبیر سازمان لیگ که زحمت زیادی کشیدن برای مسابقات و همچنین خسته نباشید به آقای دکتر نصیرزاده رئیس سازمان لیگ. لیگ امسال ویژگی‌های زیادی داشت، به طور کلی برگزاری مسابقات لیگ میتونه ویژگی‌های زیادی برای کشتی داشته باشه. قابل ملاحظه پول تزریق میشه به کشتی، مسابقه برگزار میشه، بین 82 تا مسابقه تیم به تیم، 84 مسابقه تیم به تیم برگزار شد، 820 کشتی رو در رو برگزار شد در مقدماتی. تلویزیون نشون داد، رادیو گفت، رسانه‌ها نوشتند و اینا همه ویژگی‌های مسابقات هست. وقتی مسابقه برگزار بشه تنور کشتی داغ میشه و این مسئله بسیار میتونه ارزشمند باشه برای کشتی ما. خب دو کشتیگیر میان برای توشک، دو کشتیگیر میان برای توشک، داور وسط هم آقای داوود خوشمنظر آماده هستم قضاوت خودشو آغاز کنه. اولین رقابت اون ور بابا اصحایی میکنیم از بینندگان عزیز. در کشتی اول هست و مسابقه اول یه مقدار ناهمانگی وجود داره که میپردازیم به اولین رقابت. عزیزلی کشتیگیر تیم آمول، کشتیگیر در مسابقات جهانی 2018 در بوداپست قهرمان شد، در نروژ هم سوم شد. این کشتیگیر اهل ترکیه است، کشتیگیر اهل کشور ترکیه که اومده در تیم آمول مبارزه میکنه، فولادین زوب آمول، میره برای کولانداز. یه لحظه موفقه در نوبت علی نوربخش، کشتیگیری که دو هفته قبل در مسابقات نظامیان جهان اون موفق شد مدال طلا بگیره، یک کمرگیری خاک میکنه و موفق شد دو امتیاز بگیرد. نوربخش عزیزلی در خاک میره برای بارانداز، یه بارانداز هم اجرا میکنه و موفق شد دو امتیاز بگیره از حریف خودش. به دنبال بارانداز بعدی هست، سعی میکنه بارانداز بعدی رو اجرا بذاره از سمت مخالف، یه بارانداز دیگه هم اجرا میکنه، دو امتیاز داور وسط میره و بعد میره حالا سالتو براند بزنه تمام است. یه سال کمام میکنه کارو، 10-0 موفق میشه شکست بده نوربخش رو. بی جهت نبوده که قهرمان جهان شده در سال 2018 و همین نروژ هم سوم شد تا یه قدمی مدال. حالا آقای سوریان، محسن سوریان تقاضی چلنج چی میکنه، تقاضی بازبینی فیلم میکنه که مورد قبول واقع نمیشه، مورد قبول واقع نمیشه و دابر وسط فیلم باید بازبینی کنن. خب فیلم بازبینی میشه و اعتراضشون مورد قبول واقع نمیشه. اولین کشتی رو ثبت میکنیم برای فولادین ذوب آمول، یه پیروزی توسط الدار نیز عزیزلی. عزیزلی اولین پیروزی رو کسب میکنه برای تیمش و 1-0